سلام علیکم و رحمت الله و برکاته <applause> متاسفانه یک, یک فرهنگ بسیار خراب در جامعه ما هست که زنان و مردان بدون کدام موجب میخواین فقط امان بگیرن فقط آب بازی کنن بازی به خاطر میگم که میخواین با آب بازی بکنن ما ما با خواهران الخصوصمی خصوص است تا وقتی که ضرورت مواجه نشده تا وقتی که بسیار زیاد ضرورت ندارین از طرف شب وقتی که حمام میکنین اول خب باید پاکیزه باشین دوم اگر پاکیزه نبودین دلیل نداره که حمام بکنین و شما باید یک شخصی باشین که با خدا باشین ببینین حمام کردن از طرف شب مشکل نیست هیچ مشکلی نیست هر کس میتونه حمام بکنه اما چون درجات ایمان ما خیلی ضعیف است چون ما بله و لعب بسار مصروف شدیم در دنیا علماء <applause> کرام لا و چیزایی را تشریح میکنند که چیزای دنیوی باشه هر عملی که مثلا تلویزیون دیدن مثلا تماشای فوتبال مثلا در در تلفن یک خارخونده مصوف شدن یعنی هر عملی که دنیوی باشه لهو است هر قدری که ما به لهو مصروف شویم لعب خو بسیار خطرناک است او بسیار خطرناک است هر چقدر که به لهو ما مصروف شیم اما ما چی میکنیم از یاد الله سبحانه تعالی غافل میشیم پس انسان هایی که اونا ذکر میکنن نماز خود را ادا میکنن تهجد میخوانن روزه میگیرن شکر الله هم میکنن و, و, و کسانی که شوهر داره یا کسانی که خانم داره اونا نافرمانی شوهرشان را نمیکنن و شوهرش هم حق اینا را پامال کنه پس اینا اگر از کار صبح شما می خوانند از کار نوم می خوانند انشالله برای هیچ مشکل نیست اما اکثریت مردم این نمیکنن. نمی کنن. شما برای من اصایه بگیرین که از از یک میلیون نفر چقدر از این که از کار صبح را منظم می خوانه و از کار شام را منظم می خوانه؟ و چقدر از یا از کار شام را و با از, از کار نوم یا از کار خواب را می یعنی شما باور بکنید، شما فکر میکنید یک میلیون نفر یک نفر میخونه نفوس افغانستان سی میلیون است شاید در تمام افغانستان سی شش نفر از کار صبح از کار شام از کار نامه که سه چیز خیلی مهم است سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است ای از اون جمله ازار و یک سنتی که در یک شبانه روز است ای فقط سه تایش است رسول مبارک صلی الله علیه و سلم در, در, یک شبان روز بیشتر از یک هزار یک سنت را ادا می کردن و این فقط سه سنت است سنت از کار صبح یک سنت از کار شام دو سنت از کار نام سه ای فقط سه سنت است شما برای من بگوین که هزار یک سنت بگذار امی سه سنت از سی و شش میلیون نفوس افغانستان آیا آیا سی و شش نفرش میکنه؟ اگر 36 نفر بکنه پزید مانا میتا که 36 نفر دیگه از جمله برگزیده ترین هستن از جمله محسنین هستن هر که ما براتون میگم برادر عزیزم خواهرای مسلمانم هر که از کار صبح را منظم بخونه در وقتش که نماز فجر خوانی رو بخونه و خود دم بکنه و هر که از کار شام منظم بخونه و به خود دم بکنه و هر که از کارش خواب را منظم بخوره به خود دم بکنه و به شکل زندگی زی پیش بره باور بکنین که الله سبحانه و تعالی آیستا آیستا ای را به درجات بسیار بلند معنوی میرسانه چرا به خاطر که ای روز بر روز بر خود یک قلا جور کرده است و قلا از سنگ های خیلی خطرناک است که نه دو آوان کار میکنه نه مین کار میکنه نه بم چسبکی کار هیچ چیز دو کار نمیکنه بم اتم کار نمیکنه سرش شمشیر اینا خوب بگذار مرمی شیطان دو داخل نمیشه تیر شیطان به او نمیرسه چشم و حسد و کینه و بغض سحر ساحر به او نمیرسه سحر ساحر به او نمیرسه سبحان الله اقدر دژ محکم یک انسان بر خود جور میکنه اقدر یک یک قلعه بسیار بزرگ و مستحکم بر خود آباد میکنه بعضی کسایی که رقیه میکنن چرا رقیه اینا اثر میکنن؟ به خاطر که اینا اینمی سه سنت مراعات میکنن خدا صبح رو رقیه میکنن خدا صبح هم از کار میخوانن شام هم از کار میخوانن در وقت خواب هم که در بستر خواب رفتن با به خواب میرن و تمام سنت های خواب را ادا میکنن و تمام از کاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم به انسان فرموده در خواب را انجام میدن پس الله سبحانه و تعالی نظر به احادیث صحیحی که به ما رسیدن بر اینا ملک های را مقرر میکنه که از این محافظت میکنه وقتی که انسان خواب بود در حقیقت این یک نوعی از مرگ است یکی از اقسام مرگ است پس, پس وقتی که انسان خواب کرد در حقیقت او بدفاع است زبانش ذکر نمیکنه و او وضو کرده نمیتونه که برای وضو کنه و نماز بخوره اما اگر وقتی که با وضو خواب کرده باشه الله سبحانه و تعالی اونمو وضوی از اینا حساب میکنه در خوابش یعنی وقت با وصف که خوابم هست بوزو هست با مجرد که از خواب بیدار شد بوزو این مشکنه سبحان الله و اونمو وقت اونمو وقت برازی الله سبحانه و تعالی ملک های از خاصره که محافظین است ملک های محافظه برازی مقرر میکنه وقتی که شیطان میخواه به ضرر برسانه یا میخوای که در گوش از ادرار بکنه کی بخواب که به خواب بسیار سنگین بره که به نماز بیدار نشه فکر دارم میگن که حدیث مبارک است که کسی که به نماز صبح بیدار نمیشه شیطان در حقیقت در گوش از او ادرار میکنه ادرار شیطان ادرار انسان ولی معلوم نمیشه او چیزی که غیر قابل دید است تنها برای جنیات شیاطین قابل دید است برای ما شما نیست و چون برای اونها قابل دید است وقتی که یک شیطان میاد در گوش یک نفر ادرار میکنه و همونجا میمانه از بو خاطر است که می آدم هم نماز صبح نمیخوره و هم یک علاقه بسیار وحشتناک به موسیقی می داشته باشه بسیار یک علاقه وحشتناک به موسیقی می داشته باشه باور بکنین چرا وقتی که شیطان در گوش از ای ادرار میکنه این خوب میره ای پشت کار خود دیگه ای را خوب بازی داد خلاص شد دیگه نماز ساقط کرد شیطان های دیگه که از منطقه تیر میشن میبینن که در گوش از ادرار کرده او میگه والا اینجا چه خوب یک تشناب است بیا که ما برو میجا ادرار کنم اون هر شیطان می اموجا مثل سگ های کوریش کدگی و سگ های دیدو وری اونم رقم به طرف یک یک دور می خورن و ای یک دی اینه از خود می مونه این دی اینه ما و شما به شکل دیگر است دی به شکل دیگر است یکی از یکی دلایل که حجامت خیلی ضرور است بر انسان ها است که اگر شیطان کدام دینه دی خود در وجود انسان مانده باشه با خون خارج شود وقتی که دینه دی خود میمانده مثل از ای که یک ایوان مثلا یک گوسفند نر از بوی گوسفند مادر را پیدا میکنه از بوی از, از ادرار از او را پیدا میکنه یا یا موش ها وقتی که دیگه موش, موش ها از طرف شب خود چشمه اینا کار نمیکنه اینو خود خب میفهمین که موش ها بسیار فاصله کم میبینن چشماشون کار نمیکنه اما گوش های بسیار اساس دارن مگم حس شامی از بسیار زیاد قوی هست اینا از هر جایی که میرن از هر مسیر ادرار میکنن و و موشهای دیگه از بوی ادرار از یورا پیدا میکنن را, را. ای یک تحقیق بسیار جدی دی برام کردم که بسیار جالب است به این شکل شیاطین هم وقتی که ادرار میکنن شیطان های دیگه از می ادرار از یورا پیدا میکنن میفهمم که دیگه اینا یک یک بیادر ما این یک ادرار خدا کده. پس این چیزها رو شما جدی نگیرین عزیزان از 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 سطحی نگیرین این بسیار جدی بگیرین مردم این بسیار زیاد سطحی میگیرن و بعضی شاید خندم بکنه در حالی که حدیث مبارک است که شیطان در عقب از سه گره میزنه و در هر گره از به به اختار می تهدید میکنه که خوکو ای تو خوکو که دیگه بیدار نشی خوکو که خو بشار شیرین از بدن تو نمیخوره این دنیا پس او به مشکل شکل خواب میکنه و به نماز صبح بیدار شده نمیتونه اما کسی که خدا به الله سپرده کسی که خدا محافظت کرده الله سبحانه و تعالی عزیز محافظت میکنه کسی که حدود الهی را نگاه کرده الله هی را نگاه میکنه وای حدیث مبارکه است احفظ الله یحفظک احفظ الله تجید و دجاک. الله را نگاه بکن که تا الله تو را نگاه بکنه چرا شکار شیاطین اکثریت خواهرا هست چرا به خاطر که اکثریت گناهان از خواهرها سر میزنه دست و اینها را نامحرم می بینه صدای اینا را نامحرم میشنوه در درامه ها و در موسیقی و در عشق و عشق بازی و همه اکثریت پروفایل های دخترهای جوان شما امروز ببینید در فیسبوک و در اینا که مثلا مثلا نشتا کده فریده شکست خورده یا مثلا قلب مجروع این نام ها رو ببینید یعنی یعنی, یعنی در عشق ناکام شده استغفر الله من ذلك در یک کار حرام ناکام شده چرا؟ خب و نه انسان نفس داره اما وقتی که نفس تا به دست شیطان دادی پس دیگه خلاص شد دیگه تو شکایت گله از این نکو از آن نکو پس انسانی که در دنیا در لعو در لعب مشغول میشه بر آخرت خود چیزی نداره او طعمه شیاطین میشه پس از اون خاطر شما خواهران ما اگر شما از کار صبح را خواندین از کار شام را خواندین از کار نم را خواندین میتونین که امام بکنین هیچ مشکل نیست اصلا گفتم امام کردن هیچ مشکل نداره ایراد نداره اما چون ما مسلح نیستیم اما چون ما ایمان های ما ضعیف است پس اون خاطر خیلی باید احتیاط شما داری بالا وقتی که زنها همام میرن و مرد مردها هم بعض از جنیات زن که به نام شیشک مشهور است ما به نام شیشک میگم نه در افغانستان به او شیشک و بسیار خطرناک است بسیار شقب و شله هستند زن های اینا از مردایشان که خطرناک هستند پس همو طوره که مرد اینا زنها را اذیت میکنن زنهای های جنیات مرد های انسان ها را هم اذیت میکنن همین که نماز نمیخونه همین که در نماز صبح بیدار نمیشه همین که به موسیقی علاقه پیدا کرده خلاص است الهی غوا کرده دیگه الله سبحانه و تعالی ما را محفوظ بداره آمین یا رب العالمين.